عشق ورزی و محبت ورزی و ارادت ورزی خود رو ملت شریف و مؤمن ایران یک بار دیگر این حقیقت رو در مورد استفاده از میدان نفتی آرش هم ما همونطور که رسما اعلام کردیم خواهان استفاده مشترک در بهره برداری از این میدان هستیم و در این زمینه آمادگی خود رو برای گفتگو هم با طرف کویتی اعلام کردیم، اما اگر احیانا تمایلی برای استفاده مشترک از این میدان نفتی وجود نداشته باشه، طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران حقوق و منافع خودش رو و بهره برداری و اکتشاف و بهره برداری از این منابع رو در برنامه خودش قرار داده و طبیعتاً هیچ گونه تضییع حقوق ملت ایران رو بر نخواهد تابید. به آستان مقدس سید الشهدا علیه السلام و اهل بیت پیغمبر مکرم اسلام و هر گامی در مسیر عادی سازی روابط با این رژیم متجاوز صرفاً به باز شدن دست این رژیم در افزایش جنایات خود علیه ملت فلسطین منتهی خواهد شد. خب این موضوع پیش روی چشمان ماست، طبیعی است ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران هر گامی که در مسیر شناسایی رژیم صهیونیستی از سوی دولت‌های اسلامی برداشته شود رو نه به نفع ملت فلسطین و آرمان فلسطین می‌دونیم و نه به نفع صلح و ثبات و آرامش و امنیت در منطقه قلمداد می‌کنیم، برای اینکه رژیم صهیونیستی راهبرد امنیتی خودش رو در ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی در کشورهای اسلامی تعریف کرده.